رابطه من و سه مصطفی رو خراب کرده. عشق میشه نصیحت میکنه که کجا تو میخوام فوش بکنم. آقا چه شکایت؟ آقا های هم توی کچی بیدی بیدی شکمش کردی باز خود رو شامپای باش کردی. با این برنامه ها جون همه به من میگن به برنامه های آقای هلاکویی گوش کن، رابطه زناشوی با سید مصطفی قوی تر میشه. حالا قوی تر که نشده هیچی خبر مردشون یه ذره هست و خورماشم از کار افتاده. ما با این برنامه ها جون اختلاف داریم اینده جون. من با شما اختلاف دارم، شما با اینکه دیگه تو لاحاف گیری ولی با من اختلاف دارم. یه جوده هافایی که همه آرش شدن. ولی خب به شما حسادت میکنه. آخه داستانی که هر مردی در ارتباط با شما ممکنه از کار میگه اینا رو میگه برای همین سید مصطفی هم حسادت میکنه، میگه به برنامه های آقا هلاکویی گوش نده، صداشو تو رادیو زیادی سکسی میکنه. میگه هر وقت این حرف میزنه ایشون صحبت میکنن تو داغ میکنی به ایشون رو قدم. راست میگه. حالا از یه طرف شوهرم میگه من از کار افتادم ولی یه طرف میره خانه سال بعد اون رو لاست میزن آقای بود. کجا من براش کنه برای جاسی برای خب راست میگه شوهرم شما با این صداتون واقعا هر وقت من گوش میکنم گرم و زده میشه. پای رادیو میشینم پنجره رو باز کنم هوا بیاد. یه دفعه پنجره رو باز کردم دم یه زهرا خانم هفتای روبروی مون تو آپارتمان اونم داره پنجرهشو باز میکنه کنجکاو شدم آقای هلاکویی گفتم زهرا خانم شما هم برنامه آقای هلاکویی گوش میکنی؟ برگشت و هیچی نگفت اگر سه دکتر آتیش گرفتم. ولی خب من دلم براش میسوزه. لاغر من سید مصطفی رو دارم بعد از برنامه شروع میرم سراغش خیرش رو میگیرم. هیچ کس رو ندارم. میگم آقا هلاکویی حالا بین خود گوش من یزد بادم کشتی شما. شما صداتون قصد سکسی بود بعد از برنامه تون چند تا از این خانوما خوشت پرد کرده تو اقیانوس آرام تو اول آرام گرفت. آب شما فکر نمی کنید برای شما می همچی چیزی بد نیست؟ بله من نمی شما حالا می یک چند چقدر با نمک شده سیدم سیکسی بادشم سیکسی همه ی آدم ها در ازدواج سوم
هیچ مشکل و مسئله ندارن، 100% راضی هم. نه سلیمه، منم فقط دو دفعه ازدواج کردم. سلیمه تو هم قبلن یه شوهری رو خاک کردی و ما با آسد مصطفایی میخوای طلاقش بدی؟ چیگه هم نمیتونستی بقا بگیرم.